رحمان رحیم، برای شادی روح مطهر الهادی به شریعت و طریقه و المنتها فی الفقر و الفنا مرضی اولیاء الله بندگان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه قدس سره العزیز الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند صالح با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودند. حفظ راز. بسم الله الرحمن الرحیم. و راز خود را با احدی تا بشود نباید آشکار کرد و راز مردم را هم باید نگهدار بود و سپرده او را تباه نساخت و سعایت اشخاص را نباید شنید و باور کرد و ترتیب اثر داد که اغراض فراوان و رنگارنگ است، ولی احتیاط را هم نباید دست داد. مؤمن باید با همه مردم به امانت و راستی و درستی رفتار و جان و مال و آبرو و ناموس همه کس را حفظ نماید. در توضیحی که فرمودند فرمان این مطالب هم یک دستور اجتماعی و کلی است برای معاشرت ها و هم دستوری است در مورد خاص مؤمنین. در این مورد از حضرت جعفر صادق علیه السلام و همینطور از حضرت سجاد علیه السلام احادیث زیادی نقل شده است. حضرت سجاد می‌فرماید دو خصلت را به مؤمنین گفتند نگهدار، ولی متاسفانه غالب آنها نگه نمی‌دارند. یکی صبر و حوصله و یکی هم راز. فرمودند من حاضرم پاره گوشت بدنم را از بازوهایم بکنم و شیعان ما این دستورات را رعایت کنم. از حضرت صادق علیه السلام شبیه همین مطلب نقل شده است. بنابراین مسئله حفظ راز که در اینجا فرمودند یک دستور کلی است، منتها در هر مورد مصداق راز ممکن است فرق کند، ولی این دستور عوض نمی شود و فرق هم نمی کند. در زمان حضرت سجاد و همچنین حضرت جعفر صادق علیه السلام خلفا نیز بیعت می گرفتند، ولی همانطور که چند بار گفته شده بیعت دو نوع است: بیعت اسلامی و بیعت ایمانی. بیعت اسلامی در واقع به منزله ورود به تابعیت حکومت اسلامی است. مثلا زمان پیامبر خالد بن ولید نیز بیعت می گرفت،
ابو سفیان و معاویه و هند جگرخوار همه اینها بیعت کردند، یعنی تسلیم حکومت اسلامی شدند. ولی از آن طرف بنگریم، حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیه، سلمان و ابوذر و عمار هم بیعت کردند. هیچ عاقلی، هیچ مورخی، هرچه هم بخواهد منکر شود، این دو بیعت را یک طور نمیگیرد، برای اینکه نتیجه یکی علیست با آن حالت و نتیجه دیگری ابو سفیان است با این حالت. ائمه فقط بیعت ایمانی میگرفتند چون حکومت نداشتند. کسی بخواهد تابع حکومت باشد. حتی حضرت جعفر صادق علیه السلام حکومت را رد کردند، ولی بیعت ایمانی می گرفتند. منتها خلفا که متوجه نبودند، خیال می کردند این بیعت همانیست که آنها می گرند و به اصطلاح بیعت یارگیری یا جمع آوری قشون است. ائمه هم برای اینکه خلفا نفهمند و مزاحم نباشند، اولا نمایندگانی تعیین می‌کردند، مشایخی داشتند که از طرف آنها بیعت می‌گرفتند. بعد هم دستور می‌دادند که شیعیان تقیه بکنند، یعنی راز را نگه دارند. این امر هم در زمان خود ائمه و هم بعد از آن همانطور بود. خیلی از نام آن بزرگواران می‌ترسیدند. از عطار یا دیگری نقل شده است که وقتی رفتم پیش شیخ خود، حضرت شیخ بعد از اخذ بیعت اسلامی 12 امام را به من تلقین کرد، یعنی آنقدر اعتقاداتشون در خفا بود که کسانی مثل شیخ عطار که اهل مطالعه و کتاب یقیناً بودن، اسامی 12 امام رو هم نمی دانستن. تقیه که حضرت جعفر صادق در بارش پر بودن، التقیه دینی و دین آبایی، یا فرمودن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، برای احتراز از دشمنی به دشمنان و شدت دشمنی آنها بود. همیشه این مسئله در طی تاریخ به شدت و ضعف بوده است و همیشه مؤمنین، یعنی آنهایی که بیعت ایمانی کرده اند، از سایرین تعدادشان کمتر بود و قلیل من عبادی شکور. یکی از معانی شکور همین است، کمی از بندگان من اینطور هستند. همیشه این وضعیت بوده است. این است که همواره باید احتمال دشمنی را داد و آنچه به عنوان راز گفته می شود حفظ کرد. راز هم البته موارد دارد. در موارد عادی هم وقتی دو نفر یک رازی دارند، یک درد دلی می کنند و رازی را به دوستش می سپارند و می گوید به هیچ کس نگو، این یک امانت در دست اوست. مثل امانتیست که اگر بگوید خیانت می کند. حالا همین دستور اگر در مورد بیعت باشد هم مشمول آن قاعده می شود و هم مشمول این دستورات و فرمایشات ائمه که فرمودن سر ما را فاش نکنید. نمی شود شخصی بگوید این که مسئله مهمی نیست که من بگویم، چون سر همین که دستور داده اند گفتن این امر را نگه دار، این راز است و نباید گفت. یک بار یکی از فقرا که تازه پیش یکی از آقایون مشایخ مشرف شده بود آمد پیش من
سوالی داشت راجع به ذکرش. گفتم ذکرت چیست؟ یک خورده مردد شد. گفت آخر نباید بگویم. گفتم بله بگو. این تردید در ضمن این که سادگی او را میرساند، ولی من خوشحال شدم از اینکه اینطور این موضوع در گوش گرفته است. تقیه یکی به اصطلاح انشعابات همین مسئله حفظ ریاض است. یکی از جهاتی که موجب شده مذهب شیعه و همچنین عرفان و تصوف که شیعه واقعی و مغز آن است، در طی تاریخ با همه دشمنی هایی که با آن کردن باقی بماند، برای اینکه به این دستور ائمه رفتار کردم. البته همیشه عده معدودی بودم که به این دستور هم رفتار نمی کردم، ولی به اصل ریشه درخت لطمه ای نزدم. و الا اگر این مسئله رعایت نمی شد، با این همه دشمنی هایی که خلفا در زمان ائمه علیه السلام می کردن و بعدها هم دیگران در طی تاریخ انجام دادن، دشمنان موفق می شدن که شیعه را از بین ببرن. ولی همیشه شیعه به منزله یک رگه آب شیریست که در وسط این آب شور بوده است. برای اینکه الان یک پانزدهم مسلمانان جهان شیعه هستند و در داخل شیعه هم به اصطلاح یک صدی چند قلیلی اهل عرفان و تصوف. اگر غیر از این بود اصلا شیعه را می توانستن نابود کنند. مولوی می گویند یک رگ از این آب شیرین، آب شور، در خلایق می رود تا نفخ سور. این را دشمنان نتوانستن و نخواهند توانست از بین ببرند. به صورت ظاهر ممکن است ضعیف بشود، ولی این صورت ظاهر است و معنا همیشه قوی است. برای اینکه خداوند خودش فرموده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. ما خودمان ذکر را فرستادیم و خودمان هم حفظش می‌کنیم. مولوی گوید مصطفی را وعده داد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبب. نمیگذارم کسی آن را تحریف کند یا از بین ببرد. اما دشمنان اسلام و دشمنان ایمان، دشمنان مؤمنین همیشه هستند و خواهند بود. برای چه؟ برای اینکه خداوند شیطان را تا روز آخر مهلت داده، فرمود الى یوم الوقت المعلوم، تا وقت معلوم، تا روز قیامت. با بعضی ها تا ظهور امام تفسیر کرده. به هر جهت شیطان تا روز آخر مهلت دارد همه را فریب دهد. این از که نه این گروه از بین می رود نه آن گروه. ما خودمان باید فکر کنیم، سعی کنیم که انشاءالله در این گروه داخل باشیم و همچنین سعی کنیم که بودن ما، رفتار ما، او این که خداوند وعده کرده که ما را نگه دارد، در مسیر این نگه داشتن باشد. مثل رودخانه وسیع و عظیمی که می آید و می رود، ما می توانیم به زحمت در خلاف مسیر شنا کنیم، ولی کم کم نابود می شود. اما اگر در مسیر شنا کردیم، خود میسر هم مسیر هم ما را به مقصد نزدیکتر می کنیم. می فرماین مؤمن نسبت به همه مردم، نه تنها در مورد راز
به امانت و راستی و درستی رفتار کنند، بلکه جان و مال و آبروی همه کس را حفظ کنند. راجع به امانت حضرت سجاد علیه السلام فرمودند: اگر شمشیری که به آن شمشیر پدرم را شهید کردن، قاتل پدرم صاحب شمشیر پیش من امانت بگذارد، وقتی که برگشت و مطالبه کرد، من به او خواهم داد. این دستوریست که حضرت فرمودند و رفتارش در فضیل اعیاز میبینیم. در شرح حالش مینویسم: او رئیس دزدان بود. گروه دزدان قافله ها را میزدند. یک بار خودش در خیمه نشسته بود و قافله را زدند. یکی از اهالی قافله کیسه سکه طلا داشت. همه داراییش آن بود. رفت یک گوشه یک کناری که آن را در یک جایی مخفی کند. دید یک خیمه ای در آنجا هست. نگاه کرد، داخل خیمه دید مردی نماز می‌خواند. ایستاد، نمازش که تمام شد رفت جلو و پس از سلام گفت: آیا این کیسه را من میتوانم امانت پیش شما بسپارم؟ بگذارم گوشه خیمه. او هم گذاشت آنجا. وقتی دزدها کارشان تمام شد و انبار را بردند، آن مرد گفت: حالا بروم کیسه را بگیرم. قافله داشت حرکت میکرد. آمد که کیسه را بگیرد، دید همه دزدها در آن خیمه هستند و آن پیر مردی که نماز میخواند رئیس آنهاست. خیلی مایوس شد، خواست برگردد. فوزیل صداش زد، گفت: بیا بیا، کجا میروی؟ او برگشت. فوزیل اشاره کرد که امانت تو آن گوشه است، برو بردار. او قبل از اینکه امانتش را بردارد، برایش خیلی تعجب آور بود که دزدها ریختن انبار را بردن، این هم رئیس دزدان و کیسه را به او پس میدن. گفت: این چه وضعی است؟ گفت که من اگر دزد هستم، خائن نیستم، خیانت بر امانت نمی کنم. تو این امانت را به من سپردی، آن گوشه است، بردارش. و البته این روحیه، این اطاعت از دستور اخلاقی حضرت سجاد موجب شد که موقعیت خاصی با شنیدن این آیه: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله. آیا وقت آن نرسیده که آنهایی که ایمان آورده اند، قلبشان در یاد خداوند به زانو بیفتند و خشوع کنند؟ نعره ای زد و گفت: چرا، وقتش رسیده و رفت ایمان آورد. این از امانت. راز هم یک امانتی است. امانت لازم نیست حتما از جنس مادی باشد. کسی رازی را به شما می سپارد، این راز امانتش است. البته باید راز او را حفظ کرد. و افشای راز هم همینقدر که از یک نفر، از دو نفر تجاوز کرد، دیگر نمی شود جلویش را گرفت. یک وقتی در مورد شایعات آماری از لحاظ اجتماعی گرفته بودم. میگویند اگر کسی یک حرفی را به کسی بزند و آن شخص در هر یکی دو دقیقه این را به دو نفر دیگر بگوید، باز آن دو نفر هر کدام به دو نفر دیگر بگویند، ظرف مدت کوتاهی مثلا چند ساعت همه کره زمین خبردار میشه. حالا حفظ راز هم از یک نفر که تجاوز کرد، دیگر نمی شود جلویش را گرفت و بسته به اهمیت آن از مردم خیلی شایع می شود. این از که حفظ راز
هم خودش عنوان امانت دارد، صریحاً توضیح شده است. براز خود را با احدی تا بشود نباید آشکار کرد، براز مردم را هم باید نگهدار بود و سپرده او را تباه نساخت و سعایت و اشخاص را نباید شنید و باور کرد و ترتیب اثر داد که ابراز فراوان رنگارنگ است، ولی احتیاط را هم نباید از دست داد. مؤمن باید با همه مردم به امانت و راستی و درستی رفتار و جان و مال و آبرو و ناموس همه کس را حفظ کند. باز در اینجا می فرماید به طور مطلق درباره راز فرموده، یعنی هرچه برای خود شما راز است نباید از زبان شما شنیده بشود. اگر یک نفر بشنود دیگر نمیتوان جلویش را گرفت. مثلی است در زبان عربی میگویند کل سر جاوز است عین شائع، هر سری که از دو نفر تجاوز کرد شایع میشود. بارها امتحان کرده که خیلی مسائل را اگر به یک نفر که نزدیکترین شخص ماست بگوییم عمومی میشود. این کار صحیح نیست. به همین طریق انسان راز خودش را باید امانت نگه دارد. رازی هم که دیگری به او سپرده باید امانت نگه دارد. این دستور برمیگردد به وظیفه کلی حفظ امانت در اسلام که آیه مبارکه ان تؤد الامانات الی اهلها، امانت را فقط به صاحبش برسانید، دلالت بر آن دارد. این به طور عام است. البته عرفا از امانت در این آیه معنای امانت الهی را هم یاد میکنند، ولی به طور کلی شامل همه امانت هاست. مؤمن باید خودش دقت کند و این خصلت را داشته باشد. جایی که امانت مردم را باید حفظ کند، امانتی که به او سپردن وقتی گفتن به هیچ کس نگو، به هیچ کس نگوید. حتی به قول یکی از بزرگان میگوید که بالاترین امانت این است که شخص چنین مطلبی را حتی در ذهن خودش هم تکرار نکند. یعنی مطابق آن که بعضی روانشناسان روان انسان را به خود آگاه و ناخودآگاه تجربه کردند، این راز اصلا از ناخودآگاه نباید به خودآگاه بیاید و ابراز بشود. راز دیگران را هم به همین طریق. امانتداری بارها مورد امتحان عرفای قبلی قرار گرفته است. آوردن به یکی از بندگان خدا طالب تشرف به فرق بود و اصرار فراوانی می کرد و چندین بار خواهش خود را تکرار کرد. بالاخره روزی شیخ که احتمالاً ذوالنون مصری بود جعبه‌ای در بسته‌ای به او داد، گفت این را برسان به آن طرف رودخانه نیل به فلان شخص. این طالب که فعلا امینه ارسال این امانت هم بود به راه افتاد. بین راه وسوسه فراوان او را فرا گرفت که در این صندوق چه هست. بالاخره نتوانست تاب بیاورد. در صندوق را تا باز کرد پرنده ای در آن بود پرید. او خجلت زده برگشت نزد شیخ و جریان را به او عرض کرد. آن حضرت در جوابش فرمودند تو که یک گنجشک را نمیتوانی نیم ساعت نگه داری، چگونه راز ما را میخواهی نگه داری؟
این به عنوان تمثیل است و الا اصلا ما رازی که گفتنی باشد نداریم. راز ما فعلا همون ذکریست که داریم و نباید به هیچ کس بگو. اگر ترتیب راز داری در شأن فقرا و در شأن طالبین است، اصولا مطابق آماری که گرفتند، محاسبات که کردند، میگوین این گونه اخبار و رازها خیلی حتی زودتر از مطالب عادی هم منتشر میشه. در اینجا به مناسبت رازداری و اینکه راز مردم را حفظ کنند، در آخر فرمودن مؤمن باید با همه به دوستی رفتار کند و مراقب جان و مال و ناموس آنها باشد. در شرع و در فقه هم گفته شده که دفاع از جان و مال خود شخص یا ناموس خودش یا مؤمنین دیگر دفاع تلقی می شود و هیچ عملی در آن زمینه جرم تلقی نمی گرد. از صفات عمده‌ای که در درویشی باید مستقر شود همین حفظ امانت و حفظ راز است. انشاءالله خداوند ما را در این کار موفق دارد. انشاءالله که دقت کنیم که عمل کنیم. قول معروف گفتن